فصل 2023-2024 برای رئال مادرید فصل خیلی عجیب بود، به خاطر اینکه اونا بعد دست دادن شماره 9 کلاسیک خودشون یعنی کریم بنزما مجبور شدن از ترکیب 4-3-3 به ترکیب 4-3-1-2 شیفت کنن که تو این ترکیب بلینگهام که تازه از دورتموند به رئال اومده بود توی پست شماره 10 بازی میکرد. البته این تغییر تاکتیک و روی کرد چیز عجیب برای آنجلوتی نیستش. ما میخوایم توی این ویدیو بررسی کنیم تغییر روی کرد آنجلوتی و تاکتیکاش رو در طول کریرش و مخصوصا در رئال مادرید. اگه برای اولین باره که ما رو میبینین، ما راجع به فوتبال اروپا صحبت میکنیم. اگه دوست دارین ما رو سابسکرایب کنین، علامت زنگوله رو بزنین، چون ما لایو ریاکشن به بازی حساس فوتبال اروپا و بازی ملی میایم. اگه زنگوله رو زده باشیم، ما هر موقع بیایم لایو یا آیتمی آپلود کنیم خودتون خبردار میشین. لایک و کامنت هم یادتون نره تو این آیتم. و اینم بگم که اگر این آیتم به 100 تا لایک برسه، ما پارت دوم این ویدیو که مخصوص و مرتبط به اینه که آنجلوتی چجوری با امباپه میخواد تو رئال مادرید بازی بکنه رو، اونم ویدیوشو براتون ضبط میکنیم و آپلود میکنیم. آنجلوتی توی مصاحبه میگه با زیدان یاد گرفتم که چگونه با بازیکن‌ها سازگار بشم. اون اشاره میکنه میگه زمانی که مربی پارما بوده، به خاطر اینکه دوست نداشته تغییر ترکیب بده و ایدهشو عوض کنه و 4-4-2 بازی بکنه، این باعث شده که روبرتو باجو از پارما به بولونیا بره و این همین اولین جرقه‌ای بوده که باعث شده که آنجلوتی یکمی نرم‌تر باشه توی تغییر ترکیبش و با بازیکن‌ها بیشتر بخواد سازگار بشه. حالا می‌خوایم بریم بررسی کنیم ته سال‌های 1999 تا سال 2013 ترکیب آنجلوتی و تغییر رویکردش به چه شکلی بوده. خب همونطوری که گفتیم بچه‌ها، اوایلش آنجلوتی به ترکیب 4-4-2 خیلی علاقه داشت، ولی با گذشت زمان موقعی که مربی یوونتوس شد، بین سال 1999 تا 2001 ترجیح داد ترکیب درخت کریسمس یعنی همون 4-3-2-1 استفاده کنه. این و این ترکیبم طراحی شده بود برای اینکه میزان افیشنسی زیدان یعنی میزان تاثیرگذاری زیدان تو بازی رو خیلی بالاتر ببره و بعداً هم موفق شد با موقعی که سرمربی میلان شد با همین ترکیب کریسمس درخت کریسمس 4-3-2-1 هم سری آ ببره هم دوبار چمپیونز لیگ ببره تو سالهای 2003 و 2007 جلوی خود همون یوونتوس و با همین ترکیب 4-3-2-1 هم تو یوونتوس دوبار به نایب قهرمانی رسید پشت سر تیمای لاتسیو و روم. خب آنجلوتی بعد دوران میلانش سرمربی چلسی شد تو فصل 2009-2010. اون یه چالش جدیدی باش مواجه شده بود چون که اون 4-3-2-1 دیگه جواب نمیداد. مجبور شد تغییر تاکتیک بده به خاطر اینکه دو تا هافبک باکس تو باکسی داشت که خیلی میل هجومی داشتن، مثل لمپارد، یعنی دقیقاً لمپارد و بالاک. به خاطر همین اون تغییر ترکیب رو اعمال کرد و 4-1-2-1-2 رو بازی کردش که اوبی میکل رو به عنوان هافبک دفاعی تو چلسی پشت این دو نفر قرار داد و این باعث شدش که هم جام حذفی رو تو فصل اولش ببره هم لیگ برتر. بعد از چلسی آنجلوتی رفت و سرمربی پاریس سن ژرمن شد. اونجا دیگه 4-3-2-1 بازی نکرد، 4-2-3-1 رو استفاده کرد که تو اون خاویر پاستوره به عنوان شماره 10 بازی میکرد و لوکاس مورا و جرمی منز به صورت واید توی این ترکیب 4-2-3-1 بازی میکردن و مهاجم نوکشون هم کوین گامیرو بود تو فصل اول. ولی خب فصل دوم زلاتان ابراهیموویچ به پاریس سن ژرمن اضافه شد، اینم باعث شدش که لو شامپیونه رو با آنجلوتی بتونن فتح کنن. اما همه این قصه ها رو گفتیم، ولی بعد از پی اس جی آنجلوتی مربی رئال مادرید شد. دیگه ما تو فوتبال مدرن بودیم، دوران گواردیولا و پسا گواردیولا و فوتبال یه کمی تغییر شکل داده. حالا آنجلوتی موقع که مربی رئال شد به ترکیب 4-3-3 روی آورد، به خاطر اینکه تو ترکیب 4-3-3 با اینکه کنترل دفاعی کمتری داری ولی فضای بیشتری برای مهاجمای واید انفجاری ایجاد می‌کنیم مثل رونالدو و گرت بیل. و با این تغییر آنجلوتی تونستش که در نهایت قهرمان چمپیونز لیگ بشه و هم بیل گل زد و هم رونالدو گل زد و اونا قهرمان چمپیونز لیگ شدن. و تو این ترکیب 4-3-3 که با بیل و رونالدو بنزما بود، آنخل دیماریا که به عنوان یه وینگر بود تو پست شماره 8 کنار لوکا مودریچ و جاوی آلونسو بازی میکرد و این کمک میکرد
که خیلی سریع تیم بتونه شیفت کنه به ترکیب 4-4-2، یعنی از 4-3-3 رونالدو بره کنار بنزما تو خط حمله و گرت بیل بیاد به عنوان وینگر چپ یا حالا تو بعضی حالتهای دفاعی وینگ بک چپ قرار بگیره. و این یه تغییر خیلی هوشمندانه و خیلی عجیب بود به خاطر اینکه تا قبلش رئالیا توی انتقال حمله میکردن با خوزه مورینیو و آنجلوتی نه تنها اون ارتقا داد، بلکه این باعث شدش که رونالدو و بیل و بنزما بتونن که به اولین چمپیونز لیگ رئال پس از سالها برسن. خب بعد اینکه آنجلوتی از رئال رفت، همونطور که میدونی زیدان سرمربی رئال شد و کلی چمپیونز لیگ تونستن با زیدان ببرن رئالیا، که فکر میکنم همه خوب یادشون باشه اون سالا رو. ولی به آنجلوتی بخوایم بپردازیم، آنجلوتی رفتش بایر مونیخ بعد از رئالش و یه ترکیب 4-3-3 رو دوباره برگزید. حالا شاید خیلی موفق نباشه، صحبت روی آنجلوتی بایر مونیخ خیلی زیاده، ولی بخوایم به ترکیبش بپردازیم، 4-3-3 رو بازی کرد که ژابی آلونسو، تییاگو آلکانترا و آرتور ویدال به عنوان هافک وسط بازی می‌کردن، اونورم روبن و ریبری زوج مشهور با روبرت لواندوفسکی، که عجب تیمی بشه. همین الان که دارم تصور میکنم میبینم که تیم خیلی باحالی بودن. و بعدم که بایر مونیخ رفته سرمربی اورتون و ناپولی شد، دوباره برگشت به همون اصول اولیش 4-4-2 بازی کرد، چون 4-4-2 توی دفاع شما کنترل بیشتری داری، تو حمله شاید میزان کنترل روی بازیکنات کمتر باشه، ولی میزان خلاقیت بازیکنات تو ترکیب 4-4-2 که یکی از ترکیبای بیس فوتباله بالاه و تقریبا با اسکواد ناپولی میتونست این کار اجرا بکنه. ولی با اورتون اوایل فصل خیلی موفق بود یادتون باشه، ولی بعدش کمی رفته رفته تیم افت کرد، که البته با توجه به قدرت تیمای پریمیر لیگ هم یه چیز طبیعیه. و بعدش هم که همه داستانشو میدونی که رئال مادرید دنبال مربی میگشته، زنگ زدن آنجلوتی مشورت بگیرن، گفته بابا من خودم هستم، یادتون رفته اون چمپیونز لیگی که ما گرفتیم براتون. این میشه که دوباره رئال مادرید با آنجلوتی قرارداد می‌بنده و آنجلوتی دوباره سرمربی رئال میشه. خب آنجلوتی موقعی که به رئال برگشت، دوباره دنبال یه ترکیب مشخص و خوب برای رئال گشتش، که نکته مهم راجع به آنجلوتی اولین رو بگم اینه که بالای زمین خیلی تاثیر داره روی اینکه ترکیب آنجلوتی چی باشه. با توجه به بالای زمین مورای خودش میشه، چون پایین معمولا 4 تا مدافع میذاره، یه دونه هافبک دفاعی میذاره که توانایی بازی سازی رو به جلو رو هم داشته باشه. این دوتا شرط خیلی مهمه و به خاطر همین اون تونی کروس و لوکا مودریچ رو از همون اول حفظ کرد، با اینکه خب سن لوکا مودریچ همون اوایل که آنجلوتی برای دور دوم اومد سنش به نسبت بالا بود، اون دوتا رو حفظ کرد و ترکیب 4-3-3 رو انتخاب کرد و تو 90% بازی های خودش تو رئال مادرید از ترکیب 4-3-3 استفاده کرد، که تنها تیمایی که رکوردش رو میشکنن بارسای جابی بوده که 92% از بازیاش از ترکیب 4-3-3 استفاده کرده و ترکیب 4-2-3-1 که مانوئل پلگرینی که 97% از بازیاش رو با یه ترکیب ثابت بازی کرده. بین فصلهای 2021 تا 2023 که دوران آنجلوتی رئال، تنها 3 بازی رو متفاوت از ترکیب 4-3-3 شروع کرد، که یکیش مقابل والنسیا که 4-4-1-1 بازی کرد، اون یکیش مقابل سلتا ویگو که 4-4-2 بازی کرد، و بازی سوم بازی دراماتیکه که برگشت نیمه نهایی چمپیونز لیگ مقابل منچستر سیتیه که 4-4-2 بازی کرد، که بنزما و وینیسیوس به عنوان مهاجمای نوک برای آنجلوتی بازی می‌کردن. خب البته من این نکته اینجا راجع به 4-3-3 بگم، چون که 4-3-3 شکلای مختلفی داره. یعنی آنجلوتی بین فصل 2021 تا 2023 که 4-3-3 بازی میکرد، خیلی فرق داره که شما بنزما، وینیسیوس و والورده رو بذاری به عنوان سه تا مهاجم بالات، یا اینکه وینیسیوس، بنزما و رودریگو رو بذاری. خب این یه دو تا رویکرد متفاوته. والورده کنترل بیشتری به بازی میده، تعهد بیشتری به کار دفاعی داره، اگریسیو‌تره، ولی خب رودریگو بازیکن تکنیکی‌تره و تو حمله خیلی به آنجلوتی کمک میکنه. و خب آنجلوتی نشون داده که میتونه خیلی تو این قضیه سیال عمل کنه توی قسمت حمله، و خیلی نمیشه استیمیشن خاصی داشت که چه موقعی معمولا تصمیم خاص میگیره تو بازی‌های مقابل تیمای ضعیف. البته اینو میگم، و آنجلوتی در طول این سالا تو 69% از بازی‌هاش سه یا تعداد بیشتری تعویض داشته، و این نشون میده که آنجلوتی خیلی هم به چرخش نیرو در طول بازی از دقیقه 70 به بعد مخصوصا اهمیت میده. خب
خب حالا بریم ببینیم که داده‌های هجومی تیم آنجلوتی قبل از حضور بلینگهام چیه. اونا تو 75% از بازی‌هاشون بیشتر از حریف توپو در اختیار داشتن، ولی تنها تو 45% از این بازی‌ها مالکیتشون بیشتر از 60% بوده، که این نکته خیلی مهمه که نشون میده تیم آنجلوتی برای اینکه افکتیو باشه و به گل برسه صرفاً توپ رو نیازی نداره، ولی به طور نسبی مالکیت توپ هم داره، ولی خب نه نسبت به منسیتی یا تیمای بزرگ دیگه اروپایی. و اونا توی مراحل چمپیونز لیگ نشون دادن که میتونن با همین درصد پایین مالکیت تیمای بزرگ رو حذف کنن، مثل 45.7% مالکیت تو بازی یک هشتم نهایی مقابل پاری سن ژرمن، 43.8% مقابل چلسی تو مرحله یک چهارم، و 40.8% مقابل منسیتی تو مرحله نیمه نهایی که کامبک زدن. و این نشون میده که تیم آنجلوتی در حمله خیلی افیشنته، یعنی دقیقا تاثیرگذار عمل میکنه و توی یه سری بازی که لازمه توپ و تیم میتونه در اختیار بگیره. اما رسیدیم به فصل جدید، فصلی که بلینگهام به رئال مادرید اضافه شد و اونا تغییر ترکیب مجبور شدن بدن، به خاطر اینکه بنزما مهاجم نوکی بودش که خیلی خوب ارتباط برقرار میکرد با وینگرها و خط هافبک، ولی خب با اومدن خوزلو که یه مهاجم به قول معروف فاکس این ده باکس بود، یعنی فقط در باکس حضور داره، خیلی فاکس نیست ولی تو باکس خوب حضور داره و مهاجمیه که فقط به دنبال ضربات نهاییه، و خب با اومدن خوزلو نمیتونست خوزلو رو فیکس قرار بده، به خاطر همین 4-3-1-2 رو انتخاب کرد، بلینگهام به عنوان پست شماره 10 و همزمان مهاجم سایه قرار داد که این خیلی به وینیسیوس و رودریگو کمک میکرد، به خاطر اینکه وینیسیوس و رودریگو در به صورت نچرال وینگرن این بازی کنن، ولی وقتی به عنوان مهاجم نوک میذاریشون یه کمی قاعدتا واید تر بازی میکنن، یه کمی بازتر بازی میکنن، که این باعث میشه که جود بلینگهام از اون وسط به عنوان مهاجم سایه بتونه خیلی خوب از این فضا استفاده بکنه. و جود بلینگهام فصل فوق‌العاده‌ای داشت، یکی از کاندیدای توپ طلا بودش و هست، وینیسیوس هم همینطور، و این نشون میده که آنجلوتی چقدر مربی خفنی و چقدر سازگاری داره، یعنی که شما بخوای یک مکتب رو در مربیگری ادامه بدی خیلی چیز جالبی نیست، شاید از بیرون خیلی جالب به نظر بیاد که وای مثلا فلانی فقط این ترکیب رو میکنه، مثلا دیزربی فقط این کارو میکنه، ولی اینکه شما بخوای جام ببری و بازیاتو ببری و افتخار برات به دست بیاری مهمتر از این کارهای تبلیغاتی و این مکتب و این داستاناست. لزوم موفقیت در فوتبال برای یک مربی مکتب یا ترکیب ثابتی نیست، لزوم سازگاری و استفاده از بهترین ترکیب با توجه به شرایط حاضر تو اون لحظه برای تیمش. بچه‌ای که این ویدیو رو دیدن اگه دوست داشتین بچه‌ها این ویدیو رو به 100 تا لایک برسونین. تو پارت دومش می‌خوام راجع به تغییر تاکتیکای رئال مادرید با حضور امباپه صحبت کنیم، حالا امباپه میاد رئال مادرید احتمالاً چه جوری بازی می‌کنه و این مسائل. لایک و سابسکرایب و علامت زنگولم یادتون نره. دمتون گرم بچه‌ها، ممنون، خدا حافظ.